بینندگان محترم، با درود به شما. امروز دنباله بحث انقلاب، عوامل وجود آمدنش و همچنین ستونپایه هایی که یک نظام استبدادی بر آنها استواره و بعد به تعبیر آقای بنیصدر از عوامل انحطاط خود آن نظام میشه و نقش جامعه در شتاب بخشیدن به پوسیدن این ستونپایه ها ادامه میدیم. در خدمت شما آقای بنیصدر و بخش الان در اختیار شماست تا شروع کنیم. بله، عرض کنم که ما هم دنباله اون بحث کشیم. ستونپایه اول رو گفتیم، رژیم در هدفهایی که تعیین میکنه دستوری شیوه زور میخواد اونا رو به هدف برسونه. ناکامی یک ستونپایه بزرگ و مهمی رو به اصطلاح از دستش بیرون میاره، میشه رژیم بی‌هدف که رژیم کنونی هم الان در همچه موقعیت است، یک رژیم بی‌هدف است. فقط شده منم که میخوام تکنولوژی اتمی ایجاد کنیم، دیگه چی؟ و در برنامه هایی هم که اجازه بفرمایید، تمام برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باید تعیین سیاست های کلی طبق این قانون اساسی موجود در دست رهبر، از مثلا مقدمش رو شورای تشخیص مصلحت می‌نویسه، در اختیار رهبر میذاره، یا اینکه مثلا آقای احمدی نژاد برنامه یارانه ها رو، هدفمند کردن یارانه ها رو بخواد بسای اجرا داره بدون که جامعه حتی متخصصینش نقشی در این مسئله داشته باشه. نظر دارم رقم میرسه به اینکه در مرحله دوم میگه اجرا نخواهد شد، یعنی رسیده به بنبست هست، شده بی هدف. خب دو مسئله نیروهای محرکه است. خب این رژیم با چی زندگی میکنه؟ رژیم شاه با چی زندگی میکرد؟ هر دولتی با بودجه زندگی میکنه. بودجه از کجا میاره؟ یکی از نیروهای محرکه است دیگه. از کجا به دست میاره؟ از برداشتی است از تولید داخلی. خب رژیم‌های ما اینجوری نیستن، تولید داخلی نیست که او برداشت ازش بکنه. برداشت میکنه از فروش ثروت ملی که نفت است و گاز است و دیگر منابع کانی و نیروی حاصل کار مردمی که میفروشه به خارج. خب با این نیروی محرکه درآمد نفت هرگاه بتوانه بخشی از نیروی محرکه دیگری که جامعه جوان زیاد شده و اقتصاد نمیتونه جلب بکنه، بیکارن، این نتونه جلب بکنه، در یک موقعیتی بخششو میتونه جلب بکنه. چون که رژیم شاه هم جلب میکرد، گسترش دیوان سالاری، گسترش ارتش، نیروهای مسلح، و اونها هم که استعدادها بودن اینا میرفتن به خارج کشور، اون فشار کم میشد به اون نظام، اما جمعیت اضافه شد. شما نگاه کنید به جمعیت ایران در سال 1335، 3 سال بعد از کودتا، با جمعیت ایران و زمان انقلاب حدود 37-38 میلیون شد و جوان که اون نه در نظام اقتصاد مصرف محور این نقش پیدا میکرد، نه دولت میتونست این رو خنثی کنه از طریق خدمت دستگاه اداری و غیره در آوردن، نمیتونه صادر کنه. پس این نیروی محرکه که تا اون زمان نیروهای محرکه به کارش میامد، درآمد نفت بهش امکان میداد که اینا رو به خدمت بگیره، جذب بکنه، حتی ضد به اصطلاح موقعیت شهروندی این انسانی و حقوق ملی به کار بگیره، حالا ناتوان شده بود. اینا اون استعاده ارزی و اینا سبب شده بود، اینا متراکم شده بودن در شهرهای بزرگ، از اون روابط اجتماعی هم رها شده بودن، فضای وسیع برای خودانگیختگی پیدا کرده بودن، چون دیگه در بند اون بنیادهای اجتماعی و فرهنگی و دینی اینا هم که نبودن. نتیجه اینها یک اندیشه راهنمای جدیدی به اینا امکان داد که جهت پیدا کنن و ضد اون رژیم فعال شدن. خب این ستون پایه دوم. پس هر رژیمی، همین الان هم وضعیت در ایران همینطوره، تا زمانی که میتونه این مهار کنه نیروهای محرکه رو، دو داشته اسپردم، یکی درآمد نفت و بودجه دولت، یکم انسان. بعدا خواهیم دید که دانش و فن و اینا رو میرسیم. این نتونه اینها رو مهار بکنه، یه مهار هم یعنی به این که به مونا کار بده هم مهار که با سرکوب یک زمان میشه انفجار، چون اونم که سرکوب میکنه اونم از همین جامعه هست و از همین انسان هاست و یک زمانی به اصطلاح کند میشه، این نمیباره دیگه. در واقع در موقعیت فعلی آقای بنیصدر این نظام در بعد اقتصادی که از طریق ایجاد کار و اشتغال زایی اینا که نمیتونه این نیروهای معرکه جوان رو جذب کنه. الان آمارش خودش نشون میده که جوانای تحصیل کرده هم بیکار هستن یا به قول شما مهاجرت، اما سعی کرده از طریق نقش دادن اونها در نیروهای مسلحی که اگر سپاه باشه یا بسیج و شرکت دادنشون در راندخواری این رو یه مقدار خنثی کنه. اما این هنوز به موفقیتی که بتونه همه این قشرهای جوانتر رو که به بسیج به اصطلاح وابسته میکنه اینها رو در این راندخواری و به قول شما رضایتش، اینا جز ملت هم که در سرکوب نقش داشته باشه، این تلاش رو ولی نظام کرده که بله هر رژیمی میکنه دیگه. شاه هم همین کاری میکرد، رژیم شاه هم این کار میکرد، چون نیروی محرکه‌سیه. شما نتونی به کار بگیری بچه دت به کار میافته. خب عرض کنم به شما ستون پایه سوم هر رژیم استبدادی اندیشه راهنماست. هم با نیروی محرکه، هم با عنوان مشروعیت دهنده به اون نظام، هم با عنوان تنظیم کننده فعالیتاش. یک دولت مثلا متکی به جمهوری شهروندان حاکمیت جمهور مردم یا حاکمیت مردم، این چون که به اون جامعه داره، نه که بی نیاز از اندیشه راهنماست، اون نیاز از طریق رأی اکثریت و اقلیت تعمین میشه که حکومت اون صاحب مرام میشه. خود دولت بیمرامه، یعنی حقوق مرامش همون حقوق ملی و حقوق انسان، این میتونه عمل بکنه. ولی شما یه حکومتی فرض کنید که از روز اول بگه آقا من اندیشه راهنمایی ندارم، میگه خب و شما چی داری؟ میگه من مهندسی اجتماعی میخوام بکنم، اینجوری به نظرم هم تدبیر میاد. خب این مثلا مهندسی اجتماعی میخواد توزیع درآمدها، یک قلم. خب اینو چجوری میخوای انجام بدی؟ لیبرال باشی؟ یه جور انجام میدی همین توزیع رو. سوسیالیست باشی؟ یه جور انجام میدی. حالا چه جور سوسیالیست باشی؟ سوسیال دموکرات باشی؟ یه جور انجام میدی. مارکسیست باشی؟ یه جور انجام میدی. چه جور مارکسیست باشی؟ اینا میبینید که دارای اندیشه راهنما نباشه اصلا حکومت فلجه، حکومت نمیتونه اندیشه راهنما باشه. این دولته که باید بیمرام باشه، یعنی مجموع اون تأسیسات عنوان قوای ارکان یا قوای سگانه، منظورتون قوای مجریه و مقننه و قضاییه که البته رکن چهارمی داره که این وسایل ارتباط جمعیش، اونا هم بیبرام میشن، ولی اونا بیرون از دولت هم در درون ملت هم، برای اینکه اون دولت تحت مهار ملت باقی بمونه. خب حالا این رژیم شاه رو ببینیم. اول که خب چی منام شما؟ منامم که انقلاب سفید. خب بعد چه مبنا؟ سوسیالیستی، سرمایه‌داری، لیبرالی. و اون وقت معلوم بود این به اصطلاح برنامه و هدفش این بود که یک طبقه میانه ایجاد بشه که به اصطلاح رژیم باثبات کنه، جلو کمونیسم رو بگیره. پس لیبرال بود. حالا رسید که به ترتیبی که گفتیم ناکام شد. یک دفعه این دوتا حزبم خودش درست کرده بود، یک دستور صادر کرد که ایدئولوژی شاهنشاهی رو بر بنیاد دیالکتیک بنویسید، دستور داد. خب وقتی این شاه این دستور داد، یعنی اون اندیشه راهنما که به کارش آمده بود در انقلاب سوئد به هر شکسته، اندیشه راهنما جاش عوض کرده، رفته تو جامعه و بیان دینی نو شده، جز عواملی است که در جامعه پیدا میشه. به اصطلاح دین فعل‌پذیر که انسان فعل‌پذیر نگردان نشده، انسان فعال میگه و مرامهای دیگه هم تو جامعه، همه اینا هم هجوم آوردن به اون رژیم. اون نمیتونست بیا بگه بر بنیاد مثلا اسلام این کارو بکنی، چون اولا طرف بود با بنیاد دینی، طرف بود. ثانی به این که خب این اون صاحب اون بنیاد دینی میگه واقعا تو نباشی، با اون مدرس رضا شاه بهش گفت، واقعا اون شاه نشد، رضا خان بهش گفت که چی میخوای سید از جان من؟ گفت میخوام که تو نباشی، که این تکی کلام اصفهانی هست، میخواهم که تو نباشی. خب با اون نمیتونست بکنم. حالا لیبرال هم که شکست خورده بود، پس چاره نداشت که خودشو به چسبونه به چپ، قابل از اینکه اولا چپ اونا خودشون صاحب مرامشون بودن و دیگه به تو اگر اون درسته و تو نادرستی، این اینا رو ذهن اون نمیتوانست به اینها برسه. فقط یک اعلان ورشکست بود این دستوری که صادر کرد و اینکه سبب شد به اینکه اون ایدئولوژی هم که تهیه نشد که قابل تهیه هم نبود. به این شاهنشاهی رو بر بنیاد دیالکتیک، نظرم حادیش نبود که دیالکتیک چیز که مهم میشه، شاهنشاهی رو بر بنیاد دیالکتیک نوشت نمیشد، نشد، اولا هم نشد، شد رژیم بیمرام. پس اون مرامی که رژیم تا به تدریج که خالی میشه از محتواش و پر میشه از غیر عقلانی ها و آریا و شاهنشاه و آریا و مرد، نمیدونم دست معجزه‌گر شاه و نمیدونم هر چیزی رو شاه دست بزنه انجام، این چیزایی که اون زمان مرسوم بود، هم اکنون هم برای این آقای سیلوی روزخان همین معجزات رو میتراشم که نمیدونم سیدعلی از اسماء خداوندی است و نمیدونم ایشون در شکم مادر صحبت میکرده و این خرافه های عجیب غریب رو همکنون بر این آدم هم، این یعنی که بچه است، مرامش خالی شد، چیزی نداره به عنوان عقلانی به جامعه هم پیشنهاد کنه و به کار ببره، کاربرد نداره. اون فقهی رو که میخواست بهش تکیه کنه به اون مانو، اون الان اقتصاد میخواد اداره کنه، کاربرد نداره، فرهنگ کاربرد نداره، سیاست کاربرد نداره، تنظیم روابط اجتماعی کاربرد نداره. هر مثلا یه روابط اجتماعی زن و مرده، با اون فقه تکلیف مدار چجوری میخواد تنظیم بکنه در این دنیای که من و شما حتی زندگی میکنیم و جوانها که تازه دارن وارد صحنه زندگی می شود، این نارس است. یه دوره زمانی اون جامعه بسته که مثلا خانواده نقش معینی داشته، اونجا احتمالا کاربرد می داشته، در اونجا هم مشکلات به ایجاد می کرده دیگه، تاریخ با من طور می ده. حالا که دیگه اصلا اون خانواده اون نه اون ساخته است، نه اون کاربردار داره، نه اون احکام به درد این کاربردی داره الان در زندگی جامعه امروز ایران. پس به این ترتیب میبینی که این چقدر اهمیت داره که ملاحظه این بیشتر از همه گویایی داره. یعنی شما اون طرز فکر حاکم بر یک رژیم این ببینی که چجوری خالی میشه، کاربردهاشو ببینی که در کجاها کاربرد داره. فقط در سرکوبگری این توجیه بکنن که چیز نمیدونم چیزی تازه اضافه کردن مرتد و نمیدونم این ضد مزام و این چیزا، اونم که کاربرد نیست، اون ضد کاربرد، تخریبه. و این تخریب سرانجام خود رژیم رو مثل خوره از پا در میاره. به هر حال این سومین ستون پایه است. 4، عرض کنم به شما رژیم سابق گفتیم در بالا انقلاب سفید رو به اجرا در آورد و حالا در عمل چی در آمد؟ چرا اونجا گفتیم هدف بود و ناکام شد؟ یه جهتشی گفتیم، یه جهتشی الان میدیم از لحاظ ستون پایه. انحصار فعالیت اقتصادی اصلی در دست اون قدرت سبب میشد به اینکه این اقتصاد تولید محور سازگاریش با اون رژیم از دست بده. چون وقتی دو ملت تولید کرد، دولت از او برداشت کرد، یک تابعیتی دولت پیدا میکنه از ملت. وقتی وارونه شد، یعنی دولت دیگه نیازی به ملت نداشت، پول نفت میفروشه و میاره میکنه بودجه، و به عکس هم میشه. مردم هم که در زندگی اقتصادیشون وابسته میشن به بودجه دولت. وقتی اینجور میشه، شما یک بودجه رو وارد یه اقتصاد میکنی که اون اقتصاد درست مطالب نکرده بوده، حاصل فعالیت تولیدیش نبوده، از بیرونش وارد شده، یه قدرت خارجی ایجاد میکنه، اینو باید جواب بهش، اگر نه تورم سخت ایجاد میکنه، شورش باید پدید میاره. یعنی عامل نابسامانی اقتصادی خودش. آره، دروازه ها رو باز کنید. پس میشه اقتصاد دولت مصرف محور یک مدار بسته است. فروش ثروت های کشور، درآمد اون، تبدیل شدن به قدرت خرید. این قدرت خرید متوجه می شود به برای جذب این قدرت خرید باید واردات رو، دروازه رو باز کرد به روی واردات. از این مدار روشن، این اقتصاد تولید مصرف محور، صدور ثروت، ورود کالا، نقش دولت به عنوان واسطه که درآمد رو از طرف صرف میکنه برای وارد کردن، از طرف دیگه صرف میکنه به عنوان قدرت خرید، توزیع میکنه که اون واردات جذب میشه. این مدار اون اقتصاد داخلی میذاره بیرون این مدار قرار میگیره، اقتصاد تولید محور. و این مدار به تدریج که گسترش پیدا میکنه، اون اقتصاد تولید محور رو کوچک میکنه، خفه میکنه، مانع رشدش میشه. خب حالا انقلاب سفید رو شما از این دید نگاه کنید. دولتی که حالا خودش اقتصاد شده محور، اصلا خودش مستقل شده و ملت وابسته شده، حالا اصلاحات ارضی هم کرده. با اصلاحات ارضی کردی، فرض اینه که این به اصطلاح جامعه اقتصاد بخش کشاورزی رشد بکنه، نقش بیشتری پیدا کنه در اقتصاد. اگر فرض از اصلاحات ارضی این باشه که مختصر تولید کشاورزی هم بره جاشه بده به واردات گندم، چون که ما در زمان انقلاب رقم بزرگ واردات کشور اقلام کشاورزی شده بودن. نتیجه این می شود که اون چه در آغاز به نفع شما بود، نه به رژیم داریم میگه که اصلاحات ارضی بوده، راضی کردن دهقانه ها، اینا به تدریج میشه ضد شما، برای اینکه عرصه تولید تنگ میشه، بیکار افزایش پیدا میکنه. یک، دو، اقتصاد تولید محور ضعیف میشه، اقتصاد مصرف محور بزرگ میشه. یک تقابلی بین جامعه‌ای که اقتصاد تولید محور نداره با جامعه‌ای که داره اقتصاد مسلطه که وارد میکنه به اقتصاد شما به وجود میاد و حاصلش توزیع نابرابر روزافزون درآمدهاست، شهرهای مصرفی بزرگ به وجود میاد و جامعه فقیر. شما این تو ابتدای صحبتتون گفت هر نظام استبدادی پروسه رو طی می‌کنه، انگار که آینه الان نظام بود. من تمام رو با گرچه مثال شما در زمان دوره شاه بود، ولی من همین پروسه رو در این نظام دنبال می‌کردم که همین ضربه زدن‌ها به تولید داخلی، واردات کشاورزی، به اصطلاح ضربه زدن به کشاورزی ایران، واردات چینی و غیره و اینا همه پروسه رو جامعه داره بیگانه میشه، ثروتش فروش میره و خودش رژیم داره بیگانه میشه. نه یعنی جامعه با با اقتصادی که این دولت تصدی کرده بیگانه. خب نتیجه اون اقتصاد شدور اقتصاد منتشر، چون که هم اکنون هم همینطوره دیگه. باید واردات معناش اینه که از تا ممکنه ارزان وارد بکن تا ممکنه گران در داخل بفروش. این هم یه مدار دیگه درست بگرد که بخش مهمی از جامعه در بیرون این قرار میگیره، ولی کیا هستن که میتونن گران بخرن؟ بخشی از جامعه شهری. خب پس این به این ترتیب خود این اقتصاد دولتی در دست دولت به عنوان تصدی که میکنه، چون این پدیده رو در روسیه هم شما دارید، اونجا نه به این لحاظی که ما گفتیم، به لحاظی که اون میخواست بشه ابرقدرت، یعنی بخش مهمی از این نیروهای محرکه رو از اقتصاد میگرفت تبدیل میکرد به قدرت نظامی اداری و نتیجه اون جامعه در سطح اون نیازهای انسان، فرآوردهایی که نیازها جواب میداد، اونها بیکار زیاد پیدا میشد اونجا. یعنی بسیاری از تولیدات شما مثلا از اقمار دول شرقی میگیره، مثلا مجارستان اینا اونها میگیره. با این حال ما میدونیم که اون صنایع سنگین رو به سر روش میداد و جامعه خیلی چیزایی مصرفی رو نداشت و همین سرانجام از پاش در آورد. در مورد ایران که اون کارم نکرده، چون اونجا بالاخره اقتصاد تولید محور بود، حالا صنایع سنگین رو. اینجا نه، اینجا مصرف محور است. به این ترتیبی که عرض شد، خب میایم والا ستون پایه پنجم و سوال ارتباط جمعی. این خیلی دیگه روشن‌تر هر کسی میتوانه روزمره ببینه که این چجوری آمد. این در انحصار دولت مستبد در دولت شاه اینجا بود، الان هم همینطوره. خب کارش چیه؟ کارش این است که جریان آزاد اندیشه رو بگیره، آزاد اطلاعات رو بگیره. اون چرا که خودش لازم میبینه به عنوان اطلاع غالباً دروغ به جامعه تزریق کنه. اون فکری هم که فکر میکنه این جامعه باید همین طرز فکر رو داشته باشه، اون رو هم به جامعه تزریق کنه. خب این تا یه زمانی برد داره، مثل آقای خمینی ولایت‌فقیه و فقیه و فلان و این چیزا تا یه زمان برد، اما از یه زمان دیگری میشه زد خودش میشه عامل. از چه زمان؟ از زمانی که اولا اون رژیم اندیشه دیگه نمیمونه براش، میشه همین که میگه دیگه با یه خنده میشد و میشینن و مثل امروز دیدیم که آورده بودن که طرف آیه درست کرده بود که مثلا سوره مارقه اومده بود، آیه درست سوره درست کرده بود که خلاصه دست انداختن این رژیمه. یا نمیدونم مرغه که دست میاندازن. هرچی این رژیم میگه این میشه لطیفه، برای که واقعا چیزی به عنوان اندیشه نداره به جامعه میده. پس یه بلای جانش میشه همین خرافاتی که روزمره چون اندیشه نیست که بگه اینا رو میسازه. دو اینکه اطلاعات چه مردم قبول نمیکنن، هر چی میگه ضدش میگن ضد این درسته. و اما سه که از همه خطرناکتره، اینکه این سانسور درونی میشه. از سلسله مراتب که میره بالا، از پایین اون پایینی جرأت نمیکنه راست به بالایی بگه، اون بالاتر از اون هم جرأت نمیکنه راست به بالاتر بگه، همجور تا برو به خودش آورسه. یعنی در واقع اون راست کم اطلاعات از همه میشه دوزه سانسور دیگه. مثلا شما در کتاب سولیوان میخونید که وزرای اقتصادیشان رو دعوت کرده بوده، در حضور جمع میگه آقا وضعیت اقتصاد ایران از دست رفته، ما میگن نخیر نخیر خیلی عالیه ما داشتیم کنیم. بعد که میگه اینا بلند میشدن یکی یکی که میرفتن میامده تا دم در بدرقشون کنه، به در تنهایی به اون میگفتن به بقیه شما در حضور جمع ما نمیتونستید بگید، نمیتونستم به شما بگم درست همینه که شما گفتید، از ما هم کاری ساخته نیست، ما نمیتونیم بریم به شما بگیم وضعیت اینه، ولی شما میتونید، شما به اعلیحضرت برو و بگو که این اقتصاد کشور در بداون. یا مثلا شما در خاطرات علم میخونید که شاه گفت که رشد اقتصاد ما شده 30%. علم میده من عرض کردم حالا 30% هم نشده 15% هم، این خودش خیلی این سانسوره دیگه. یه وقتی به خودش میاد که فکر میکنه که حالا همه مردم خورب در همین ترکیه در مجلس ضیافتی مشروب الکلی نوشید، از اون پرسیدن که خب این منظره رو مردم ایران بیبینن، مردم مسلمان هم ناراحت نمیشن از اینکه شما شاهشون در ضیافت که رعایت نکرده این حرمت مشروبات الکلی رو؟ گفت مردم چنان عاشق شاهن که خیال میکنن این مشروب از دهان من که رفت از گلو من که میره پایین آب کوثر میره پایین. یعنی در سانسور کامله. و سوار مجبور بشه سوار هلیکوپتر بشه، خودش ببینه که این مردم تمام خیابانها رو سیاه کردن از جمعیت و مرگ برشا میده و خود دیره این دیره. یعنی خود سانسوری در حد کاملا بیگانه شده. آره این شما وقتی سانسور همگانی کردی، این سانسور به تدریج میشه درونی، از زمانی که شد درونی دیگه پایین تر جرأت نکرد به بالاتر راست بگه برای درد سر داره. و الان اینا که رفتن زندان همین اصلاح طلبها جرمشون چی بوده؟ اینا گفتن که این تقلب شده در انتخابات دیگه. خب حالا کدوم عضو این همین اقتصاد کی جرأت داشته که این از وقتی که این آقای احمدی نژاد آمده مرتب ما هشدار میدیم چی؟ که آقا شما ادعای مقاومت اقتصاد ایران رو در برابر خطر تحریم از بین میبریم مرتبی. این آیا کسی پیدا بوده که به این آقای رهبر بگه آقا همچه خطری هست؟ نه، اگر بود که باید تصدی میکردن که این وقت پیش نمیامد. نه نکردن. چنان که الان هم این آقای رهبر آمده میگه نه آقا کی گفته وضعیت خیلی هم عالی و چیز مقاومت همون که ما گفتیم مقاومت شکست از بین میبریم، میگه نه اقتصاد مقاومت. میدونه که دروغ میگه. این دروغ یا آگاه شده و میگه دروغ، یعنی خودشو سانسور میکنه و جامعه رو میخواد سانسور کنه، یا هنوز کسی باز جرأت نکرده به این آدم بگه که آقا اقتصادی نیست که مقاومت بکنه. واجه شد؟ اینه که هر جامعه زود اینو میتونه ببینه که این در سلسله مراتب از همین زبان باز میکنه آقای احمدی نژاد، زبان باز میکنه آقای خامنه‌ای، میشه و فهمید که این سانسور درونی شده یا نه. اگر شده این ستون پایه شکسته و این رژیم کارش از این جهت هم تمامه. ولی حالا وقت ما دیگه اقتضا نمیکنه که ستون پایه های دیگر رو بررسی کنه و البته بحث شیرین هم هست، برای اینکه وسیله اختیار محک در اختیار بینندگان شنوندگان عزیز ما قرار میده، اونا میتونن با این محک وضعیت رو بسنجن، یک وضعیت رو بسنجن. آقا مثلا دو این که به هر حال هر فرصت همیشه نیست، در به اصطلاح تغییرات اجتماعی، زمان مثل گردش وضعی نیست، لحظات بسیار حیاتی پیش میاد که جامعه میتونه از اون فرصت استفاده کنه. درسته. اگر این مورد بررسی قرار بگیره، مورد شناسایی، یعنی شما در واقع یک گفتگویی با ملت ترتیب بدید که یک مسائلی رو مورد بسیار قضاوتشون قرار بدید که بسنجید، خود ببینید نظام در این وضعیت بحران قرار داده یا نه، بعد نقش جامعه برای استفاده از این فرصت‌ها چیست و ما ان شاءالله در فرصت‌های دیگر این کار انجام میدیم. و اینکه جامعه باید بدونه که خیال نکنه که حالا اینا ما گفتیم اینا به اینجور میشه، اون رژیم میره در معرض سقوط قرار میشه، خود به خود میره. نه جونم، تا حرکت نکنیم مثل قضیه سلیمان است و که مرده بود و اون اصلا تکیه کرده بود و مردم ها خیال میکردن این سرباز تا اون موریانه نخورد پای اصلا رو باد نوزید و سلیمان نیفتاد سرجاست نشسته بود. خیلی ممنون.